آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دوشنبه شب مطابق با هفتمین روز از ماه مبارک رمضان در گرد همایی سالانه بانوان بیاناتی ایراد فرمودند. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. آیت الله العظمی شیرازی دوشنبه شب مطابق با هفتمین روز از ماه مبارک رمضان در گرد همایی سالانه بانوان بیاناتی ایراد فرمودند. ایشان با اشاره به دو الگوی زنان یعنی حضرت فاطمه زهرا و حضرت خدیجه کبری سلام الله علیهما به بانوان توصیه فرمودند: باید در همین ماه مبارک رمضان و از همین امشب و همین لحظه شما و هر کس دیگر در هر وقت و هر جای دنیا از خانم‌ها صحبت من را می‌شنود، خصوصا خانم‌های جوان و نوجوان، از ایشان الگوگیری نمایید. آیت الله العظمی شیرازی با تأکید بر این که اگر امروز پیامبر خدا در میان مردم دنیا در کشورهای اسلامی حضور پیدا کنند، خواهند فرمود که این اسلامی نیست که من آن را بیان و به آن عمل کردم فرمودند. تاریخ پیامبر اکرم در دست و در اختیار ماست، تاریخی که اهل بیت آن حضرت از پیامبر خدا نقل فرمودند، نه تاریخی که منافقان اصحاب پیامبر به دروغ به آن حضرت نسبت دادند. معظم الله در ادامه فرمودند: آنچه که امروز در میان مسلمانان وجود دارد به قول و عمل و تقریر پیامبر اکرم شبیه نیست و به چه دلیل این شباهت کم شده است؟ اگرچه انجام تبلیغات اهل باطل در اختیار مؤمنین و مؤمنات نیست، اما مؤمنین و مؤمنات نباید کوتاهی کنند و در این رابطه سعی و همت کنند که به نفع دنیا و آخرت آنهاست. ایشان با توصیه به خانم‌های جوان، چه در حوزه‌های علمیه و چه در دانشگاه‌ها و چه خانم‌های فرهنگی و خانم‌هایی که اهل کتاب و مطالعه هستند، فرمودند: با مطالعه تاریخ پیامبر اکرم نسبت به سیره آن حضرت حقایق را به دیگران منتقل کنید. آیت الله العظمی شیرازی در پایان ماه مبارک رمضان را بهترین فرصت برای خودسازی و تبلیغ اسلام صحیح ذکر نموده و فرمودند: اسلام صحیح همان اسلام خدای عزوجل و اسلام قرآن کریم و اسلام پیامبر اکرم و اسلام عترت طاهره می باشد و شما باید تا هر مقدار که می توانید برای خودسازی تلاش کنید و تقصیر در ابلاغ آن نداشته باشید. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه.